علم آورد. مخالف دین سیاسی هستیم. ما نمیخواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم. ما نمیخواهیم به نام دین اسلام ملت ایران را نابود کنیم. آیا احمدی نژاد سوالا رو جواب ندادی؟ من چه کار دارم اینو خودم ببینم. همیهنان در ایران، هفته گذشته با یک محقق ایرانی هموطنمون آشنا شدیم به نام آقای جواد مفرد کهلان که نزدیک به 40 سال و بیشتر در ارتباط با تاریخ باستان ایران باستان مطالعه کردن و به ویژه در زمینه تطبیق شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی دوران باستان ایران با شخصیت‌ها و رویدادهای شاهنامه فردوسی. خوشحالم که گفتگوی من با آقای کهلان با استقبال فراوان شما همیهنان روبرو شد. این گفتگو بلافاصله در یوتیوب قرار گرفت و ادامه این گفتگوها نیز به همین ترتیب منتشر خواهد شد، نگهداری خواهد شد و امیدوارم روزی مجموعه این گفتگوها رو هم فراهم کنیم تا امکانی باشه برای همیهنان برای مطالعه و بررسی مجدد. جناب کهلان خدمتتون سلام میکنم. سلام به حضور بینندگان گرامی و شما استاد گرامی آقای گاهی مقامی. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرض کنم جناب کهلان، ما به طور کلی در این برنامه قصد داریم که با تاریخ مستند و نیمه مستند در ارتباط با روزگار باستانی میهنمون آشنا بشیم، بدونیم این تاریخ حالا مکتوب و مستند از کجا آغاز شده، یعنی کجای تاریخ ایران ثبت شده و چه اندازه دقیق هست، و بعد به موازات این بررسی ببینیم که این تاریخ مستند، این شخصیت های واقعی تاریخی در کجای شاهنامه قرار گرفتن و فردوسی این شخصیت ها رو در شاهنامه خودش چگونه معرفی کرده و رویدادهای عمده تاریخی در شاهنامه این مرد بزرگ کجا قرار گرفتن. این هدف اساسی بحث و گفتگوی من و شماست. در هفته گذشته ما عمدتاً پیرامون زرتشت صحبت کردیم، این شخصیت معنوی مذهبی و
تاریخی ایران باستان و تا حدود بسیاری عرض کنم ابهامات در ارتباط با این مرد بزرگ تاریخ باستانی رو برطرف کردیم به کمک شما و به کمک سندهایی که شما ارائه کردید. برای اینکه یک پیوستگی باشه بین گفتگوی امروز من و شما و گفتگوی هفته پیش، چند سوال کوتاه دارم که اینها رو مطرح میکنم که اگر همین از اینجا گفتگوی من و شما رو تعقیب میکنه بدونه که در هفته گذشته ما به کجا کشیدیم. سوال نخست من اینه که زرتشت که بود، پدر زرتشت که بود، مادر زرتشت که بود، خیلی خلاصه بفرمایید. تو منابع زرتشتی اسم پدرش، حالا ممکنه لقبش باشه، حالا مطمئن نیست آدم که این لقب یا اسم واقعیشه، پوروشسب گفتن، یعنی کسی که اسبای زیادی داره، معانی دیگه هم از اسمش به عمل آوردن. اسم مادرش هم دغدو یا دغزو گفتن، یعنی دختر یا احتمالا شاهدخت بوده، خلاصه شدن دخت گفتن بهش، دغزو گفتن یا به همون معنی دختره. این پدر و مادر زرتشت در آذربایجان بودند؟ اساسشون آذربایجانی است؟ بله، ایشون اونجوری که منابع زرتشتی در کتاب‌های پهلوی آوردن، اینا تو آذربایجان بودن. بعد یعنی محل زیستشون آذربایجان بود. یه شهری هم به اسم شهر ری بهشون منصوبه، میگن شهر ری، ولی این بعضی کتابای پهلوی میگن این ری در آذربایجان بود، منظورش همون شهر هراک بوده که رچ هم خونده میشده. اسم رقه قدیمی رو هم رچ، یعنی تو تهران اونم رچ گفتن، به خاطر این بعضی وقتا مشتبه میشه که منظور کدوم ریه یا رچه. بله. سوال بعدی اینه که پدر زرتشت چه جایگاه اجتماعی سیاسی داشته؟ من چه نظر هرسفلد رو میپذیرم، ایشون میگن همون پدر زرتشت حاکم آذربایجان بود، یعنی ایشون شاهزاده بودن در واقع، زرتشت به نوعی. سوال بعدیم، چون اینا رو میخوام مختصر بگذرونم، زرتشت در زمان کدام پادشاه و کدام سلسله از پادشاهان ایرانی به دنیا آمد و زندگی کرد؟ زرتشت در زمان آستیاک، آخرین پادشاه ماست، متولد شده. بعد در دوره کورش هم، در دوره آستیاک و کورش هم زندگی کرده. و گفتید که کورش او رو به برادرخواندگی یا پسرخواندگی خود انتخاب کرد؟ بله، بر اساس گفته هرتسفلد، یعنی حامی زرتشت، در واقع حامی زرتشت و برادرش خود کورش بوده که اینا رو حاکمیت داد و ایشون هم زیر سایه حکومت کورش توانستن رشد کنن، مخصوصا زرتشت که توانست مقام جهانی از طریق اندیشه های خود به دست بیاره. و به طور عمده زرتشت در بلخ زندگی کرد و حتی فرمانداری کرد. بله؟ بله، ایشون حتی اونجوری که چتسیاس میگه از مرکز بلخ بر امور هندوستان هم نظارت داشته، چون چتسیاس میگه حاکم بلخ در سپاهش سواران هندی بودن و فیلهای هندی بودن، یعنی این نشون میده که این تسلط داشته، چه سواران هندی رو تونسته بیاره به بلخ و فیلهای هندی رو هم همینطور، چون کورش تو شمال هندوستان مسلط بوده، از اون طریق احتمالا حکومت اونجا رو سپرده بوده به
همین زرتشت. بله. سوال بعدی من اینه، تا پیش از زرتشت و مذهبی که آورد، ایرانیان چه مذهبی داشتن؟ ایرانیان منظور همین ماتا و پارسا، در واقع ایشون خدایان هندورپایی رو میپرستیدن، از جمله میتره که خیلی معروف ایزد مهر، بعد اهورامزدا که اهورامزدا یه مقدار مشکل پیدا کردن چیز قدیمیش، معادل قدیمیش، ولی با وارونه مقایسه میکنن، اسم خدای هندی چه خدای آسمانه با اون مقایسه میکنن. بعد بهرام بوده، ایزد بهرام، بعد ناهید بوده، ایزد الهه ناهید، و دو سه تا دیگه، ولی معروف تریناش همین چهار تا بودن. بعد آیا بعد از ظهور زرتشت و ادعای پیامبری به وسیله او، کوروش و پادشاهان هخامنشی و به طور عمده ایرانیان از اون تاریخ به مذهب زرتشتی پیوستن؟ سوال نسبتاً سختیه، چون زرتشت اون دوره هنوز یعنی جنبشش به عنوان یه جنبش سیاسی بود تا مذهبی. بله. چون ایشون اصلاحاتی کرده بودن تو همون منطقه بلخ، حکومت عادلانه‌ای درست کرده بودن، به خاطر این حکومتش معروف شده بود. بعد ایشون ضمناً سرودهای روحانی زمان خیش رو هم میدونسته و از این طریق محبوبیت زیادی داشته، ولی کورش به مثلا به اون به عنوان یه پیغمبر نگاه نمی کرده، به عنوان این چه یه شخص اصلاح طلب، یه برادر خوندش یا پسر خوندشه بهش نگاه می کرده. بسیار عالی. این و زادگاه زرتشت هم دقیقاً هفته پیش در مورد محل جغرافیایی زاده شدن او هم بحث و گفتگو کردیم و من یک یادآوری بکنم، اگرم شما لازمه میبینید تایید بکنید یا تصحیح هم بکنید، که تمام این مطالب از مطلق نیست و نسبی است و هیچ کس نمیتونه به ظرف قاطع این مطالب رو تایید بکنه و اینا همه احتمالات، اما اینا بالاترین درجه از واقعیت رو با خودشون دارن، درسته؟ دقیقا همینه. من هم یعنی دنبال اینم که واقعیت چیه، والا آدم بخواد یه عقیده ای رو عمده کنه بره دنبالش دوچار خطا میشه. بر اساس اون منابع باید پیش رفت که ببینه آدم به حقیقتی میرسه یا نمیرسه، والا خودفریبی و دیجفریبی میشه. و بر همین مسئله نسبیت مستند بودن و واقعیت داشتن این مسائل، ما زادگاه زرتشت رو کجا بالاخره شناختیم؟ پایه کوه سهند، روستایی به نام فعلیش مغانجیک، یعنی جایگاه مغان. جایگاه مغان. بله. بسیار بسیار سپاسگزارم. اینها عمده مسائلی بود که در جلسه اول گفتگوهای من و شما پیرامون صحبت شد. همونطور که من در مقدمه گفتم، ما از یک سو تاریخ مستند و عرض کنم احتمالاً واقعی میهنمون رو داریم میشناسیم و بررسی میکنیم و جلو میایم، و از سوی دیگه داریم قصد داریم شاهنامه رو بهتر بشناسیم، منابع شاهنامه رو بشناسیم، فردوسی رو بهتر بشناسیم و بعد جایگاه وقایع تاریخی و شخصیت‌های تاریخی در شاهنامه رو پیدا کنیم. لذا بر این اساس من میخوام این جلسه گفتگوی ما پیرامون شخص فردوسی و دلیل سرودن شاهنامه و منابع فردوسی در سرودن شاهنامه رو مورد کنجکاوی قرار بدیم.
آیا موافق هستید با این اقدام؟ خواهش میکنم، خیلی هم مناسبه. خیلی مناسبه. خب شما فردوسی رو چگونه میشناسید؟ فردوسی چه بود و چگونه شد که به سرودن شاهنامه روی آورد؟ فردوسی یه انسان میهن‌پرست و فرزانه‌ای بود، میخواست ایران آزادیشو به دست بیاره و از خود بیگانگی فرهنگی بیرون بیاد، به نیاکان خودش، به اون فرهنگی که در گذشته داشته اونا رو شناسایی کنه و به فرهنگ ایرانی تو جامعه بتونه مسلط بشه. بله ادامه بدید. بله بفرمایید. نه اون چرا که در مورد فردوسی میتونید و بازگو، مثلا در کدام سلسله، کدام پادشاهی چه میکرد پیش از سرودن شاهنامه، چگونه شد که به شاهنامه روی آورد؟ من سراپا گوش هستم و دارم گوش میکنم. و ایشون آغاز شاهنامه رو که میخواست اونو به نظم بچشه، میخواست به حضور سامانیا ببره، نوح دوم سامانی. بعد حاکمیت اونا میفته، غزنویا میان، این سرودنش ادامه میده و شاهنامهش رو تکمیل میکنه، به اونو به سلطان محمود غزنوی میخواد تقدیم کنه، چه اونجا داستانها هست چه این واقعا آدم نمیدونه حقیقت کجاست، ولی خلاصه معروف داستانش. من میخوام خواهش کنم شما در مورد سامانیان و سلسله سامانیان یک کمی بیشتر توضیح بدید. سامانیان خودشونو از نژاد، از نسل بهرام چوبین میدونستند و تو بخارا اون طرف ها حکومت رو در دست گرفته بودند. وقتی اینا امیر اسماعیل سامانی قدرت میگیره، سفاریان تو ایران، قسمت های شرقی ایران حکومت میکردن ولی ضعیف شده بودن. بعد امیر اسماعیل سامانی لشکر میکشه به امرلیس رو مغلوب میکنه و حکومت سامانی تو قسمت های غربی شرقی ایران برقرار میشه. بعد اینا ایران دوست بودن، وزیرای ایران دوستی هم داشتن که فرهنگ ایرانی رو رونق میدادن تو دوره خودشون. و فردوسی در زمان اقتدار سامانیان شروع به نوشتن شاهنامه میکنه، یعنی نه انصافا دوره بوده که سامانیان ضعیف شده بودن، یعنی فردوسی وقتی متولد شده بوده اوج قدرت سامانیان نبود، در واقع اونا افول کرده بودن و غزنوی ها داشتن قوی می شدن، چه سلطان محمود غزنوی حکومت مقتدری داشت، یعنی حکومت مقتدر دوره می افته با غزنوی ها چیز می شه، مصادف می شه. بفرمایید وقتی که فردوسی می خواد شاهنامه رو به سرایت، منابع او چی بوده؟ چه منابعی در اختیار داشت؟ فردوسی شنیده بود خدای نامه رو که همین سامانیات و بلخ داشتن، میخواست تو بخارا داشتن، میخواسته بره اونو به دست بیاره، ولی امیرش منصور، پسر ابو منصور عبدالرزاق حاکم توس، میگه این من شاهنامه منصور همه ابو منصوری رو دارم، مال پدرم که داده جمع‌آوری کردن، میدم به شما که بتونین اینو به نظم در بیارین. یعنی اساس کارش به شاهنامه ابو منصوری قرار داره. خود شاهنامه ابو منصوری از خدای نامه و روایات شفاهی و اینا بهره گرفته بوده، تقریبا منابع خوبی داشته. جان فردوسی بی نیاز بوده بره دنبال کتابای دیگه بجرده. پس اساس شاهنامه فردوسی شاهنامه ابو منصوری بوده که به نصر بوده.
بله به نصف بوده. بله. و اول هم دقیقی شاعر بزرگ دیگر ایرانی مسئولیت رو میپذیره که این شاهنامه رو به نظم در بیاره، اما خیلی زود کشته میشه به دست غلامی و این مسئولیت میفته بر دوش فردوسی و فردوسی بزرگ با استفاده از این سند و پاره اسناد دیگری که گفته میشه در دست او بوده و متون مذهبی زرتشتی که در دست او بوده، شاهنامه رو آغاز میکنه. درسته؟ بله، ایشون از روایات شفاهی دور خودش هم استفاده میکرده، اسم برده. بعضیا میگن این اسما مربوط است به همون جردآورندگان شاهنامه ابو منصوری، چه اسمای زرتشتی هم غالبا چیزن راویا که این شاهنامه ابو منصوری رو بیان جمع‌آوری کردن، راویایش که از مردم میگرفتن روایت میکردن، اون چند تاشو اسم برده، اسماشون هم هست تو کتاب ها، اسماشون اومده که اینا چیا بودن. ولی بعضی ها میگن که فردوسی خود اینا رو ندیده و حرفای اونا رو تکرار کرده، گفته که این حرفا بر اساس گفته مثلا این شخصه. صحیح. خب تاریخ ایران رو برمیگردیم به تاریخ مستند ایران، اگر بخوایم یه نقطه آغازی براش قائل بشیم، از کجا و چه زمانی و کدامین سلسله و کدامین پادشاه آغاز میشه تاریخ واقعی و مستند؟ یعنی خود اوستا و کتابای پهلوی اساس حکومت ایران رو به دوره کیانی ها نسبت میدن، میگن حکومت که تو ایران تشکیل شد اولین بار هوسروه بود که تونست بخشای مختلف ایران رو به هم بست کنه، ایران متحد تشکیل بده. هوسروه میشه همون کیخسرو شاهنامه. پادشاه های پیش از اون در واقع پادشاه های یعنی به قدرت هوسروه هم یا همون کیخسرو نبودن، یعنی پادشاه هایی بودن که قلمرو محدودتری داشتن. ولی نخستین پادشاهی که تقریبا ایران رو تمام قلمروی ایران رو یک پارچه کرد و عرض کنم بر ایران پادشاهی رو آغاز کرد، همون کیخسروی شاهنامه است. اما شما گفتید اسم زرتشتی او در کتابهای پهلوی و زرتشتی چی بوده؟ اسمش هوسروه بوده، میشه نیچنام. تو اوستا به اسم نیچنام اومده. این چه تو شاهنامه است به اسم کیخسرو میخوره با همون هوخشتره که اسمش یونانیش کیاخساره. کیاخسار تقریبا خیلی به کیخسرو نزدیک از نظر تلفظ هم، از نظر کارهایی هم که کرده به هم شبیهن. هر دو با آشوری ها که دیوان درگیر بودن، بعد با تورانیان که در هر دو مورد هم به موفقیت میرسن. پس در حقیقت کیانیان شاهنامه همون مادهای تاریخ هست. بله، در واقع اساس کار اساسی که من کردم تطبیق دادن شخص پادشاه های ماد با پادشاه های کیانیه، که تونستم ریز مطالب رو در بیارم، در اسنادش رو جمع‌آوری کنم که چرا این دو سلسله یکی هستن. خب حالا خواهش میکنم در مورد کار خودتون صحبت کنید و بگید که از کجا شروع کردید و این تطبیق شخصیت ها به کجا کشید. ما سراپا گوش هست. من تو دانشگاه تبریز چه بودم متوجه شدم استاد پور داوود از کیخسرو تو یشتاش صحبت میکنه، میگه این در اطراف دریاچه ارمیه افراسیاب رو شکست داد
بعد دستجویی چرت به قد رساند. اون وقت من جغرافی های دریاچه چیچست رو که بررسی می کردم، جایی که حدوداً این دستجویی شده رو دنبالش می گشتم که این کجاها می تونه باشه. بعد دیدم میگه اطراف کوه سهند، بعد آتشکده آذرگشنسب، که من گزارشش رو تهیه کرده بودم، فرستاده بودم وزارت فرهنگ و هنر اون دوره. بعد میخواستنم از طریق انتشارات دانشگاه همین خبر و گزارشی که من داشتم منتشر کنن. و این محلی که افراسیاب دستگیر شده میگه خیلی نزدیک آتشکده آذرگشنسب بوده، بغل دریاچه چیچست. اون تاریخی که از تو تاریخ ماد پیدا کردم به این میخوره، چه آخسرو در واقع هوخشتره، مادی های اسکیتی رو تو همین منطقه دستجیر کرده و میکشه. غافل جیرانه حمله میکنه، تو مثل که اینا انتظار حمله نداشتن، از یه منطقه حمله میکنه که این سپاهی های مادی های اسکیتی غافلگیر میشن، شکست میخورن و این به اون منطقه مسلط میشه، بعد اینا رو تعقیب هم میکنه. به این ترتیب، دوست عزیز من، میتونیم بگیم که پادشاهی مادها به وسیله هوخشتره اصلا بنیانگذاری میشه به این ترتیب؟ بله، در اون این سلسله قبلا هم بودن، یه فتح بزرگی هم پیشتر شده بودن. اون فتح این بوده که اینا سپاهیایی که دنبال خشتریتی اومده بودن، سپاهیای آشوری، این پادشاه خشتریتی پادشاه ناحیه کاشان بوده، این سپاهیای آشوری رو میچشه به شهر آمل مازندران، اونجا اینا رو شکست میده. یعنی مردم محلی مثل اینکه حمله میکنن، این آشوریان رو اونجا شکست میدن. کتیبه آشوری هم به دست اومده که سرداری که رفته اون منطقه خشتریتی رو دستگیر کنه اسمش شانابوشو اومده. بعد این شانابوشو دیگه از سفر آمول بر نمیگرده، معلومه که گذاشترهای آشوری خبر رو به عمد نگفتن، که چون شکست خورده و به قتل رسیده دیگه گزارش و بقیه گزارشی که گزارش دوم باید داشت دیگه اونو ندارن، فقط گزارش کردن که این لشکرکشی صورت گرفت. بعد از هوخشتر پادشاهی مادها به کی میرسه؟ بعد از هوخشتر به آستیاک میرسه. آستیاک پسرش بوده، این تو اوستا اسمش آژیدهاش اومده، ولی با پادشاه های بابلی قاطی شده، چون اونا هم یه خدایی داشتن، ایرانی ها اونا آژیدهاش میگفتن. اسم آژیدهاش و آژدیاش به هم نزدیک بودن، اینا آمیخته شدن، یه پادشاه، یه خدای بابلی با یه پادشاه ایرانی اسمشون یه چی شده. به خاطر این جاش به عنوان پسر هوخشتر یا پسر چیخسرو ثابت نمونده، اینو بردن به عهد پیشدادیان. خب این آژیدهاک، در شاهنامه کجا قرار میگیره؟ این آژیدهاک در شاهنامه همون زهاچه با فریدون در واقع درجیره، به عنوان هم به عنوان پادشاه بابل، هم به عنوان پادشاه ماد، پادشاه ایران. فریدون در واقع خیلی قبلا هم گفتن این داستان کودکیش تقریبا شبیه کورشه. این فریدون شاهنامه هم به جای کورش هخامنشیه، هم به جای خود هخامنشه، چون معنیش در واقع دوست منشه که میشه معادل هخامنش.
چون کوروش هم هخامنشی بوده، بعد سرسلسله هخامنشیان هم هخامنش بوده، به خاطر این دوتا نام یکی شدن. این فریدون رو بردن به عهد پیشدادیان، دیگه جاش در جای واقعیش قرار نداره. اگه در جای واقعیش بود میشد آخر کیانیان، ولی چون خود هخامنش پیشتر از دوره مادها میزیسته، به خاطر این اینو پیشدادی حساب کردن. چقدر عجیبه. آژیدها که تاریخ یک شخصیت خوب و مثبت در تاریخ باستان ایرانه، ضحاک شاهنامه تبارش عربه و عرض کنم شخصیت بسیار منفی است. این جنبه منفیش از اونجاست که اون که خدای بابل بوده اسمش مردوک بوده. آها. سمبولش مار بوده، ماری به نام موشخوشو بوده، مار سمی. بعد اینو ایرانی ها میگفتن آژیدهاچ، با لقبش میشد آژیدهاچ ماردوش. اونا چون مار با خودش داشته، اسمش هم شبیه مردوش، در واقع ماردوش به جای مردوش گذاشتن. عجب. به خاطر این اون جنبه منفی که آژیدهاچ داره، اون جنبه منفیش مال اون خدای بابلیه. تو اوستا هم هست که محل حکومت ضحاک، همون آژیدهاچ، بابل بوده، که منظورش میشه همون خدای بابلی و پادشاهای بابلی اونجا که مردوک پرست بودن. خیلی جالبه. و در شاهنامه فریدون مورد تعقیب ضحاک قرار میگیره و ضحاک خوابی میبینه و معبرین به او میگن کودکی متولد میشه که این کودک سلسله پادشاهی تو و تو رو عرض کنم شکست خواهد داد. و ضحاک آشفته دستور میده در سراسر پهنه ایران زمین این کودک رو پیدا کنند و بکشند که موفق نمیشه. و به این ترتیب بر اساس مطالعات شما و گفته پاره از مورخینی که شما به اونا استناد میکنید، فریدون شاهنامه همان کوروش است، درسته؟ از نظر اون که به عنوان پادشاه بزرگ به عنوان همون کوروشه، ولی اون که به عنوان سرسلسله خاندان به عنوان پیشدادی، اون خود هخامنشه. چون اسم فریدون هم به معنی هخامنشه، هم به معنی هخامنشی، یعنی منصوب به هخامنش. پس به خاطر این اینجا کوروش و هخامنش یکی شدن. در واقع فریدون نماینده هر دوتاشه. چقدر جالب. خب عرض کنم آخرین پادشاه ماد، آیا روایت تاریخی میگه که کوروش زاده ازدواج آخرین پادشاه ماد با یک دختر پارسی؟ بله، این تو تاریخ هرودوت اومده که این از دختر آستیاک به دنیا اومده، ماندانا. بله. ولی اونجوری که بقیه تواریخ رو یادم نگاه میکنه و مال چتسیاس و یا منابع بابلی هم عهد اونو، صحبت از این نمیکنن که این نواده آستیاکه. صحبت از اینی که اینا هیچ قرابتی ندارم. ولی یه حادثه اتفاق افتاده. این آستیاک دو تا دختر معروف داشته تو دنیا اون دوره، یا لاقل تو خاورمیانه معروف بودن به عنوان ملکه های بزرگ خاورمیانه. یکی زن پادشاه بابل بوده، یکی هم زن پادشاه آذربایجان بوده، یعنی فرمانروای آذربایجان که از زیر دست خود مادها بودن. اسم اون که زن پادشاه فرمانروای آذربایجان بوده آمیتیس بوده، اون یکی آموخا بوده.
اون یکی تو بابل بوده. این آمیتیس و کوروش بعدم میبره، بعد اینکه فرمانروای آذربایجان و چه اسمش سپیتمه بوده شکست میده و به قتل میرسونه، آمیتیدارم یا آمیتیس رو میبره به دربار خودش یا به عنوان ملکه زمان. حالا چون سنش بالا بوده احتمالا به عنوان ملکه مادر بوده، ولی به عنوان همسرش هم معرفی میکنن. بعد از اینجا پدید اومده که کورش نوه آستیاگ، چون دختر آستیاگ مادر خونده در واقع کورش به حساب می اومده، چون پسرای سپیتمه یا همون آمیتیس رو می گفتن برادرای کورش، بعضی وقتا می گفتن پسرای کورش. ماجرای در شاهنامه از قضا پادشاه بزرگی داریم به اسم جمشید، که این جمشید به دست همین ضحاک کشته میشه و از او دو دختر باقی میمونه، ارنواز و شهنواز. اینها شخصیت های تاریخی هستند، شما معادلی پیدا کردید براشون؟ بله، در واقع همین دخترای آستیاگ و به عنوان دخترای جمشید معرفی کردن. در واقع اون فرمانروایی که تو آذربایجان بود اسمش سپیتمه بوده، مغ بوده، به احتمال زیاد جمشید لقب این بوده. جم در واقع عنوان موبدی بوده، چون جام یا جام به همون به من جم، کلمه جام که هست ما به عنوان پیاله اینا به کار میبریم. بله، این سمبل مغ ها جام هون بوده، چون کلمه جبر و بعد خود مغ اینا به معنی جام هستن. اون جمشید در واقع موبد درخشان اسم لقب سپیتمه بوده، ولی این به دست آستیاگ کشته نشده بوده، به دست خود کورش کشته میشه، ولی دیگه اساطیر اینجا خواستن دو تا پادشاه ایرانی به دست هم کشته نشن، آجیده ها چه کشنده جمشید معرفی کردن. عجب عجب، چقدر. و بعد این دو دختر عرض کنم همون آمیتیس و آموخا هستن در واقع. عجب عجب، بله. دیگر شخصیت های شاهنامه که یه مبنای تاریخی دارن چه کسانی هستن؟ این پادشاه های ما دو، من میتونم پادشاه های کیانی رو چه یکی یکی بجم، معادلاش هم بجم که با کدوم پادشاه ما مطابقت دارن. اینا هم شخصیت های مهم در واقع اوستا و کتاب های پهلوی هن. دیاکو چه معادل چیگوباده، بعد این پسری داشته به اسم اوپیته یا اوپیس، این با چه اپیوه معادله، چه هر دوتاش اتفاقا نوشتن چهار پسر دارن، هم چه اپیوه اساطیری، همون چه همون اوپیته پسر دیاکو، هر دوتاش چهار پسر دارن. بعد این خشتریته چه معادل کیکاووس میشه، پسر اوپیته است. بعد فرود سیاوش، این معادل فراورت پسر خشتریته است. بعد چیخسرو چه گفتیم معادل چیاخساروه. بعد آستیاگ چه معادل آژدهاچه، آژدهاچ به معنی ثروتمند، آستیاگ هم اشتیاگ آشتیاگ بجیم به معنی، یا اشتیاگ به معنی اونم به لغت اوستایی به معنی ثروتمنده، این به معنی آژیده هاش نیست در واقع، آژدهایی به معنی در اوستا به معنی ثروتمنده. این شباهتی داشته به آژیده هاش، به خاطر این قاطی شده. آژیده هاش تو اوستا هست به مردوش میگفتن، به معنی مار افیه، یعنی دارنده مار افی. بفرمایید که افراسیاب شاهنامه
کدوم شخصیت تاریخی است؟ افراسیاب کاملا مشخص، مادیای اسکیتی چه به دست چه آخسارو کشته میشه، کیاخسار همون افراسیاب فرنگرسن اوستاس، یعنی چیزی چه بد رفتاره. مثل اینکه اینجا تو این قسمت هم دو نفر یه چی شدن، این پادشاه اولی سکاها چه از قفقاز می اومده اسمش اشپاکای بوده، اشپاکای یعنی پادشاه سواران، این فراسپم به این میگفتن، اینم به معنی پراسپه. ولی این چه افراسیابه یعنی پرآسیب به غیر از اون بوده، ولی بعدا قاطی شده. افراسیاب پرآسیب یعنی شخص پرآسیب همون مادیای اسکیتیه چه 28 سال تو آسیای مقدم میشه همون خاورمیانه قتل و غارت میکرده منطقه رو و هم حکومت میکرده با غارت و تجاوز اینا، به خاطر این مردم بهش لقب پرآسیب داده بودن. چه تو اوستایی هم هست فرنگرسیان، یعنی کسی چه بسیار آسیب میرسونه. چقدر جالب، چقدر جالب. عرض کنم که از پادشاه بزرگ هخامنشی داریوش عرض کنم در شاهنامه آیا انعکاسی داره، معادلی داره؟ بعد داریوشو چون این حالا اینجا یه قسمت پیچیدگی هست، من چون گزارشی که تو ایران تهیه می‌کردم و اینا اونجا متوجه نشده بودم دقیقاً سپنداته یا اسفندیار اساطیری همون داریوشه یا کسی دیگه است. اینجا در واقع تو روایات شاهنامه و اوستا و کتب پهلوی سپنداته یا اسفندیار رو جای دو نفر گذاشتن، یکی جای قاومته موقع، یکی هم جای خود داریوشه. در واقع داریوش زیر نام سپندات فرزند ویشتاسپ ذکر شده، یعنی اونم هست ولی لقب دو نفره. اون قومات‌های موق اسم واقعیش، یکی از اسماش سپنداته بوده، اسفندیار بوده. ولی خلاصه تو روایات داریوش رو تحت این اسم آوردن. چقدر جالبه. عرض کنم که شخصیت‌های دیگه شاهنامه مثلا گودرز و گیف، این دو شخصیت معادل دارن؟ بله، در واقع خیلی جالب، سوال جالبی فرمودین. اینو قبلا مارکوارت و اینا فکر میکردن گودرز از پادشاه های اشکانیه، در صورتی که اشکانی ها این اسمو شنیده بودن از اسمای باستانی، رو ولیت های خود شاه های خودشون گذاشته بودن. این اسما قدیمی بوده، همون جوری که تو شاهنامه هست در سپاه کیخسرو گودرز بوده و توس و گستهم، یعنی سردارای سپاه این ستم بودن. گودرز در واقع اونجوری که فردوسی میگه موقع دستگیری افراسیاب تو آذربایجان بود، یعنی نشون میده که این حاکم آذربایجان بود، یعنی یکی از القاب خود همون سپیتمه بوده که تو آذربایجان حکومت میکرده. گودرز به گودرز چشوادگان در واقع به معنی شخص شیوا سخنه، که این اسم نشان دهنده مقام موبدی این شخصه. در موقع دستگیری افراسیاب یا همون مادیای اسکیتی این خودش حضور داشته، فعال بوده. اینجا شاهنامه دو نفر رو ذکر میکنه، یکی میگه هوم دستگیر کننده بود، بعد میگه گودرزم بود. هوم عابدم در واقع یعنی خود موبد دستگیر کننده افراسیاب یه لقب دیگه این شخص بوده، چون موبد بوده اسم هوم هم اسمش اومده. فردوسی تونسته دو تا روایت رو جمع کنه
یه جا بیاره، به خاطر این دو تا اسم شده، هم هوم شده هم گودرز. اینم یه یعنی اونقدر مقامش بالا بوده که آسیاک دخترشو داده بوده به این شخص، یعنی آمیتیسو داده بوده به همین فرمانروای آذربایجان. عجب. اون وقت گیو کجا قرار میگیره؟ در شاهنامه گیو پسر گودرز. بله گیو میتونه خود زرتشت باشه، چون اونجا روایات مختلفی به دست چیز اومده. اینا سپیتمه دو تا پسر گفتم دفعه قبل داشته، یه چی بوده مگابرم ویشتاس پسر بزرگش بوده، یه چی سپیتاک یا چه اسم زریادرم بهش میگفتن. جیو در واقع میخوره که خود سپیتاک باشه، چون جیو اگر گاو بگیریم به معنی شخص سرودانه، و به معنی جو بگیریم پهلوان، هر دوتا به سپیتاک میخورن، چون سپیتاک هم موبد روحانی بوده هم هیکل درشتی داشته. عجب. یعنی به خاطر این بهش لقب بزرگتن و اینا هم داده بودن. و اما برگردیم به یکی از اساسی ترین چهره های شاهنامه، رستم و خانواده او، سام نیای او، بعد زال پدر او، اینها در کجای تاریخ قرار دارن؟ یه سوال اساسی دیگه خیلی، این در واقع من دیشب فکر می‌کردم شاهنامه سه تا قهرمان داره، اولیش همین رستمه، دومیش کیخسروه، سومیش فریدونه. آفره. در واقع قهرمانای تراز اوله. تراز اوله. که فریدون میشه همون کورش، بعد اون کیخسرو میشه هوخشتره، بعد اون اولی گفتم این خشتریتیپ که پادشاه کاشان بوده سپاه آشور رو میچشه به شهر آمل مازندران، اونجا توسط یه سرداری که بعدن جتسیاز اسمش رو میجه، ولی اینجا در مقام پدر کوروش قرار داره. در واقع منظورش این بوده که مقام کوروش اونقدر بزرگه که پدر مثلا میشه این خلف این فرد آماردی حساب شد. اسم اون فرد آماردی آتردات بوده، اسم اصلیش رو کتسیاس آورده، یعنی آتردات یعنی مخلوق آتش. در واقع اون سپاه آشوری که اونجا تارمار شده، ماد مستقل شده، نخستین پیروزی ایرانی ها بوده در مقابل آشوریان، که این باعث استقلال ماد شده بوده. یعنی یه جنگی اونجا در میگیره که نتیجهش به استقلال رسیدن و تشکیل حکومت ماد میشه. به خاطر این ایرانی ها این پیروزی شیرین و خیلی براشون مهم بوده و معروف هم بوده، اینو تو اساطیرشون آوردن. تو اوستا اسم رستم نیست، اونجا به اسم چرساسپس. اونم سپاهی دیبا دیوان در جیره در کنار دریای فراخچت، همون منظور مازندران میشه. رستم هم هفته خانش در مازندرانه. در واقع قهرمانی هایی که انجام شده هر دو زیر هر دو شخصیت، نام هر دو شخصیت در مازندران اتفاق افتاده. در واقع مارکوارد میگه که این چرساسپ یا همون جرشاسپ و رستم القاب یه فردن. عجب. در من این اینا رو خیلی مدتا پیش معنیاشو در آوردم، هر دوتا به معنی در هم شکننده ستمگران و ریششن کننده ستمگران می هستن، یعنی هر دو به یه معنی هن. یه تو روایات شفاهی
به اسم رستم باقی مونده چه رسیده به کتاب‌های پهلوی و شاهنامه. تو اوستا به اسم فقط همون جرشاست اومده. بعد لقبایی هم که اینا داشتن سام جرشاست به نریمان، از هر لقبش فکر کردن این اضافه بنوته، مثلا سام جرشاست نریمان، اینا رو پدر پسر حساب کردن. در واقع اینا القاب یه فرد بودن، اضافه صفت و موصوف بوده که اشتباها اضافه بنوت حساب شده. تو شاهنامه 4 نفر از اینا فکر کردن که 4 شخصیت متفاوتن: سام، جرشاسب، نریمان، کریمان هم حتی آوردم. سام، جرشاسب، نریمان، زالم. زال هم اون وسط هست. زال به معنی پیره. اسم اوستاییش سریته است. سریته رو به معنی سومی معنی کردم، ولی احتمالا به معنی پناه دهنده است، چون این اون پادشاه مادی رو پناه داده بوده، چه همون پادشاه مادی اون که خشتریته است، گفتن معادل کیکاووسه. کیکاووسی که از بالای کوه البرز با عقاباش فرود میاد بر شهر آمل مازندران. در واقع این واقعه رو میگه، این روایت اساطیری دقیق مونده. این چون تو کاشان حکومت میکرده، اونجا کوه چرچس بوده، تو اوستا اسم ارزفیه اومده، یعنی کوه عقاب یا چرچس. این از اون منطقه بوده، به خاطر این میگفتن با عقابهاش، یعنی با مردم منطقه کوه چرچس کاشان اومد به شهر آمل. به جای اینکه اینو به جای گفتن عقاب با عقابهایش کیکاووس در شهر آمل مازندران فرود آمد یا اونجا سقوط کرد. در واقع این واقعی بوده که آسرهاتون اینو تعقیب میکرده، این فرار کرده، با سپاهیاش رفته شهر آمل. بعد دوره آشوربانیپال که سپاه فرستادن، اینو آتریداد شکست داده اینا رو و ایران مستقل شده. این شده داستان هفت خان رستم و جنگ جرشاس با دیوان در مازل در کنار دریای فراخجرد. چقدر عجب. واقعا اولا من هرچی شما بیشتر صحبت میکنید به پیش خودم فردوسی رو تجسم میکنم، با این همه نام، با این حوادثی که مبهم بوده برای اون روز و روزگار، او نشسته و این حوادث رو به سامان بخشیده، یه پیوندهایی بینشون برقرار کرده، یک منطقی بهشون داده و این حماسه بزرگ رو آفریده که در این حال که مستند نیست، در این حال که اینها جا به جایهای بزرگی صورت گرفته، تقدم و تأخرها به هم ریخته، معزالک گزارش حقایقی است، گرچه این حقایق آشفته است، در هم تنیده است، جا به جا شده. و در حقیقت فردوسی خدمت بزرگی که کرده، یک مجموعه ای را که میتونست از دست بره، به این ترتیب حتی با این آشفتگی در تقدم و تأخر و در نامها برای ما حفظ کرده. درسته یا خیر؟ دقیقا همینجوره. ایشون در واقع اوستا رو به زبان دری فعلی یا فارسی فعلی در آوردن، یعنی اون اوستای قدیمی رو به شکل خیلی جالبی تحویل نسل ما دادن، یعنی به نسلهای پیش از ما هم همینطور که اونا هم میخوندن. یعنی در واقع این اوستا رو بازسازی کرده داستان اساطیر. در واقع اوستا هم به شعره، اونا شعر اشعار قدیمی مثل این که 8 سیلابیه، دقیقا یادم نیستن سیلابیه، و فردوسی با این وزن جدید و که برای مردم زمان قابل فهم و خیلی هم جالبه، اینو در آورده. به خاطر این شاهنامه به قول بعضیا قرآن عجم شده. چقدر جالب. خب آقای
جواد مفرد کهلان. در پایان این گفتگومون من میپرسم آیا چیز دیگری هست که شما در مطالعاتتون به اون برخورد کرده باشید و خوبه که برای همیهنان بازگو کنید؟ چیزهای زیادی به دست آوردم، چون مناسبت چه گفتارامون با اینا باشه، یعنی با خانواده چیانیا باشه و پیشدادی ها اینا، فقط میتونم بگم اون چه فریدون چه هست، فریدون پیشدادی، اون خانوادهش میاد به نوزریا وصل میشه، نوزریا هم وصل میشم به چیانی های شاخه پارس. در واقع خانواده هخامنشی هم تو کتاب های پهلوی اوستا زد شدم، فقط یه کمی پیچیده است، ولی میشه دقیقا در آورد که منظورشون کدوم افراد هستن. یعنی خاندان هخامنشی تو اوستا و شاهنامه فراموش شده نیستن. یک دنیا ممنون هستم جناب کهلان عزیز. اولا خیلی سپاسگزارم که با من تماس گرفتید و این فرصت رو فراهم کردید که به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم. برای شخص خود من که سالهاست با شاهنامه سر و کار دارم، بسیار بسیار این گفتگوها عرض کنم تعیین کننده بود، بسیار جذاب بود و برای خود من به صورت یک منبعی در آمد که از این پس میتونم به اینها مراجعه کنم. انشالله بعدن با هم مذاکره میکنیم و موارد دیگری از مطالعات شما رو بحث میکنیم و انشالله مورد گفتگو قرار میدیم. خواهش میکنم. خیلی خیلی لطف کردید، تشکر میکنم. سلامت باشین. خواهش میکنم. ممنون. من شما رو به خدا میسپارم تا انشالله در فرصتهای آتی در خدمتتون باشیم و باز هم از وجودتون بهره بگیریم. یک دنیا مهارت.